سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث ریاکت در خدمتون هستم. کم کم داریم به جای خوب ریاکت میرسیم بچه ها و میتونیم پروژه بهتر و پیچیده تر انجام بدیم. قبل از که کلاس امروز شروع بکنیم که مطلب بسیار مهمی میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، چند تا نکته بگم. نکته اول این که این اواخری که دقیقا من این ویدیو رو داشتم درست میکردم، ریاکت نسخه 17ش رو ریلیز کرد و یه تغییراتی هم نسخه 17 نسبت به نسخه قبلی 16 داشته. ما همچنان این دوره رو بر مبنای ریاکت قبلی یعنی 16-14 میریم جلو بچه‌ها و خیلی نمیخوایم وارد 17 بشیم. نگران هم نباشید، چیز عجیب غریبی اتفاق نیفتاده. تموم که شد این دوره، یه حدود مثلا 7 تا 8 تا 10 تا ویدیو در رابطه با تغییرات ایجاد شده توی ریاکت 17 نسبت به ریاکت 16 صحبت خواهیم کرد. شما ورژن قبلی رو ببینید، یه تغییرات کوچیکی بوده که اون تو اون ویدیو بهتون میگم که شما کامل متوجه بشید در اختلافی که به وجود اومده. خیلی چیز عجیب غریبی نیست، نگران نباشید، همچی چیزایی راجبش صحبت میکنیم. نکته دوم این که بچه ما تو این دوره پروژه خواهیم داشت، چند تا پروژه تو الان داشتیم کوچیک، پروژه بزرگتر خواهیم داشت. به اضافه اینکه دورمون تموم بشه، یه 3-4 تا پروژه خفن ما مشتی با هم دیگه انجام خواهیم داد و سفت و سخت با ریاکت. پس عجله نکنید، اول بیس یاد بگیرید، یه ذره چیز ادوانس هم یاد بگیریم، بعد چند پروژه خوب انجام میدیم. یه سری ویدیو هم من جداگانه بعد از اتمام دوره میذارم به عنوان ریاکت ادوانس که در واقع مباحث پیشرفته ریاکت و چیزایی که تو پروژه حالا بزرگتر شما شاید ببینید. خب بریم کارمون شروع بکنیم. چیزی که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم، امروز و ویدیو چند تا ویدیو بعدی، بحث لایف سایکل متد ها هستن بچه‌ها. خب بیایم اینجا سرچ بکنیم لایف سایکل. بله خیلی شیک، هیچی نیورد برامون. خب لایف سایکل متد ها بچه چی هستن؟ ببینید بچه، کامپوننت که وقتی رندر میشه داخل صفحه یه تایمای خیلی خاصی داره، تایمایی که برای ما خیلی مهمه، تایمایی که ما دوست داریم تو اون لحظات یه کار خاصی انجام بدیم. مثال براتون بزنم، مثلا یک انسان توی در حین حیاتش یه لحظات خیلی خاصی داره، لحظه تولدش، لحظه که میره مدرسه، وقتی به بلوغ میرسه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، میمیره، همه اینا یه لحظات خاصی هستن. توی ریاکت توی کامپوننت ما همچین چیزی داریم. لحظه‌ای که کامپوننت ما به عنوان مثال اولین بار رندر میشه خیلی لحظه مهمیه و خیلی کار اون لحظه آدم دوست داره انجام بده، خیلی کار اون لحظه رو شما خیلی کارا رو میذارید اون لحظه انجام بدید. یا لحظه‌ای که کامپوننت ما آپدیت میشه، یا لحظه‌ای که کامپوننت ما میخواد از بین بره از صفحه دیگه، یه کامپوننت دیگه جاشو بگیره. اینا لحظات مهمی هستن، به اینا میگن در واقع لایف سایکل، یعنی فرآیند لایف سایکل که میریم میبینیم. یه متدایی داریم که تو این لحظات اجرا میشن و یه کاربردهای خاصی دارن. ما یه تعدادی لایف سایکل داریم، 7 تا 8 تا 10 تا نمیدونم چند تاست، ولی همشون مهم نیست، یه تعدادشون خیلی مهمه. ما تو این دوره بیشتر رو اونا متمرکز میشیم، بقیه در حد فقط آشنایی بهتون میگن. خب بریم ببینیم لایف سایکل متد داره بچه‌ها. خب بچه‌ها پروژه قبلی من خاطرتون باشه بچه‌ها رسیدین به اینجا، یه نکته که جلسه قبل گفتم این که ما میتونیم استیتامون رو به یه شکل دیگه هم تعریف بکنیم. قبل از اینکه بریم به اون متد دوم تعریف استیت، باید لایف سایکل رو بلد باشیم. میخوام چون ازش استفاده بکنیم برای تعریف استیت. خب یه عکس با هم دیگه ببینیم بچه ها. خب بذارید من اینو بزنم بغل دقیقا عکس این. خب ببینید بچه ها، بذارم اینو بذارم کنارم دیگه. خب الان بهتر شد. اگه دقت بکنید اینجا بچه‌ها، ما دو تا عکس داریم که مراحل در لایف سایکل رو نشون میده به ما. خب اولین مرحله بچه‌ها کانستراکتوره، یعنی اولین پله‌ای که وقتی یک کامپوننت میخواد بیاد تو صفحه کانستراکتور، یعنی اول کانستراکتور فراخونی میشه، چیزی که جلسه قبل رو مجبور صحبت کردیم. بعد اینکه کانستراکتور فراخونی شد بچه ها، رندر فراخونی میشه. اوکی؟ رندر ما فراخونی میشه، رندر آپشنال هم نیست، شما باید رندر داشته باشید. وقتی رندر فراخونی میشه،
یه جسیکسی داخلش، یه چیز کدای داخلش، اون کدا میاد روی صفحه، یعنی کانتنتمون اصطلاحا هم ویزیبل میشه آن اسکرین. روی صفحه ما یه کانتنتی رو میبینیم. وقتی کانتنت رو دیدیم، اون جسیکسی که طراحی کردیم رو دیدیم، بلافاصله بعدش کامپوننت دیت ماونت اجرا میشه. بلافاصله بعدش اینجا داریم میبینیم. حالا بعد کامپوننت دید من آپدیت اومد اجرا شد، حالا کامپوننت ما یه گوشه نشسته منتظری که یه اتفاقی روش بیفته، مثلا منتظری استیتی عوض بشه، یه آپدیتی انجام بشه، تغییری بکنه. به محض اینکه تغییر کرد، دوباره این فرایند تکرار میشه، یعنی رندر اجرا میشه، بعد دیگه کانستراکتور دیگه نداریم، رندر اجرا میشه. اینجا نگاه کنید، تو مرحله آپدیتینگ رندر ایجاد میشه، بعد کامپوننت دید آپدیت این دفعه اتفاق میفته. پس ما دو تا حالت داریم بچه ها، سه حالت داریم، ولی یکشان صحبت نکردیم. یه حالت ماونتینگ داریم، یعنی برای اولین بار قرار کامپوننت ما بیاد دو صفحه، کانستراکتور اجرا میشه، رندر اجرا میشه، کانتنت ما بیاد دو صفحه، بعد کامپوننت دید ماونت. حالت آپدیت هم اینه که یه تغییر اتفاق افتاده باشه، نیو پراپس داشته باشیم، ست استید اتفاق افتاده باشه، یا فورس آپدیت که راجع بهش صحبت میکنیم، این ستا اتفاق افتاده باشن، بعد رندر میشه دوباره اطلاعات، میاد روی صفحه، بعد کامپوننت دید آپدیت اجرا میشه. یه حالت سومی هم داریم که بهش میگن کامپوننت ویل آن ماونت. این که اجرا میشه زمانی که کامپوننت ما دیگه تو صفحه نباشه، قرار محو بشه، قرار از بین بره، یه چیز دیگه جاشو بگیره، در اون حالت هم کامپوننت ویل آن ماونت اجرا میشه. به چه دردی میخورن اینا؟ فرض کن شما یه اپی طراحی کردید، مثلا زمانی که اپ اولین بار میاد لود میشه، میاد بالا، قرار شما مثلا یه کاری انجام بدید، اونجا باید کامپوننت دید ماونت استفاده کنید. یا مثلا میخواد که اپتون هر دفعه که آپدیت میشه یه اتفاقی بیفته، اون موقع باید از کامپوننت دید آپدیت استفاده کنید. یا مثلا زمانی که اپتون اون کامپوننتش قرار بره یه کامپوننت دیگه جاشو بگیره، میخواد یه کاری انجام بشه، اون موقع از کامپوننت ویل آن ماونت استفاده میکنید. بریم مثالش تو پروژه خودمون ببینیم. خب بریم تو پروژه هم بچه‌ها. بالای رندر متد بچه ها من یه میسم کامپوننت دید ماونت، خب فیلم های کنسول دات لاگ میخوام بزنم فقط. اسمشو میذارم دید ماونت. بعد یه دونه میذارم کامپوننت دید آپدیت کنسول دات لاگ دید آپدیت. حالا خیلی به املاش کار نشوش، من فهم خواستم شبیه این باشه نوشتم. خب بریم اینو اجرا کنیم بچه ها. خب پروژه من ران شده بچه ها. اولین بار که پروژه ران میشه من افتباس ها بزنم. خب نیا کنید کامپوننت دیت ماونت اجرا شده. خب هنوز استیت ما عوض نشده، یعنی مقدار اولی استیت ما چیه بچه ها؟ اینو ببندم. مقدار اولی استیت ما چیه؟ ناله. هنوز لاتیتود ناله، ارور مسیج هم نداریم، هنوز هیچی عوض نشده، پس دیت آپدیت اجرا نمیشه. خب به محض اینکه بچه ها، به محض اینکه من این یکی این دو تا دکمه رو بزنم، یه اتفاقی بیفته، یعنی مثلا بلاکو میزنم، بعد ارور عوض میشه دیگه، ارور مسیجمون عوض میشه. نگاه کنید بچه‌ها، دید آپدیت هم اجرا شد. پس اولین بار که کامپوننت میاد بالا، دید ماونت اجرا میشه. چرا؟ چون رندر شده صفحه. حالا به محض اینکه یکی از استیتامون عوض بشه، صفحه آپدیت بشه، دید آپدیت اجرا میشه. این دو تا لایف سایکل می‌خواستم ببینید. یه بار دیگه ببینید بچه‌ها. نگاه کنید این دوتاش اجرا شد. چرا؟ چون من از قبل یه بلاک کرده بودم. بذارید یه بار دیگه بزنم حالت ask reload. نگاه کنید دید ماونت اجرا شد. چرا؟ چون کانتنت من اومده تو صفحه. حالا اگه من استیت رو عوض بکنم، دید آپدیت هم اجرا شد، چون وی پی ان روشن نیست کار نمیکنه این. اوکی، پس این میشه دید ماونت و دید آپدیت. خیلی خوب، فعلا اینا رو پاک کنم، لازمشون چون نداریم، فقط خواستم ببینید.
بریم بیایم جلسه بعدی، نمیخوام ویدیو خیلی طولانی شه، راجع به ادامه مطلب صحبت بکنیم. فعلا خدا نگهدارتون.